تراسی والان باشه مرشای الاد یعقوب تخلید علام ازه لیوت نوتن ولو نوتل در ادامه بحثی که روز خدمتون گفتیم، هدف این دنیا اینه که انسان اهدا کننده باشه و نگیرنده. اینا که پایه و این اساس میرسه همچنین برای موضوع خصلت های انسان که توضیح شده در کتاب ها که تمام این خلقت و ایجاد هستی که خداوند اون رو آفریده بوده فقط به خاطر هدف این که خداوند بتونه خوبی بکنه به مخلوقاتش، به خاطر که اینگونه خواست و رضایت خداونده. چون که خداوند رو که قبلا گفتیم ذاتاً خوبه و وقتی که این خصوصیت وجود داشته باشه از جنبه خوبی میخواد که به دیگران خوبی بکنه و محل خوبی اصلی اون غلام حباس کجا میتونه انسان متلذذ بشه به درگاه خداوند و لذت ببره از نور شخیناش، که این لذت واقعی است و کیفی که بالاتر از اون کیفی وجود نداره، چون که بالاترین کیفی که میشه پیدا کرد حتی که در کتاب مثل رد اشاری پر غالب میاره. ولکن خداوند لعبودا کده به خاطر که انسان بتونه برسه به اون علام عبا و از اون لذت متعالی بهره مند بشه، باید تو این دنیا زحمت بکشه. در این دنیایی که خداوند تورا میسوته در اختیارش قرار داده که هم راه نماز هم رایست که انسان به وسیله اون زخود جمع بکنه، اما از طرف دیگه هم این دنیا دنیا آزمایشه، مورد وسوسه قرار میگیره انسان، آزمایش میشه، محک زده میشه. بنابراین بوده انسان از کمتون که آخوان فرمودن آماده بکنه خودشو در این راه رو دلیز، به خاطر اینکه وارد بشه به تالار به صورتی آراسته که تالار بزرگ اون علام عباس. بلکه هنوز جای سوال وجود داره، چه نیازی بوده تمام آفرینش این دنیا و تمام این آزمایش ها، سختی هایی که آدم باید درش پایداری بکنه، چرا خدا من فقط علام عبا را نیافریده و نشاما را قرار بده اونجا که میگیم اصل نشاماست، که این لباس پوششی برای اون هست. شیوخل لهتیو ایماهند که بتونه اونجا به بهترین شکل من شما خوبی بکنه با همه خوبی ها و لذت ها که تو این دنیا تا یه اندازه جا نداره، امکان پذیر نیست. و جواب دادن در کتاب مقدس که چون هر قدش بار خوب خواسته که خوبی بکنه، خوبی که کامل باشه، بی عیب و نقص باشه، اگه اینطوره که اگر اینگونه بود که خداوند یه شما رو قرار میداد تو علام عبا و بهشون فیض و لذت و خوشی میرسون مفت و مجانی، این باعث آلتی میشد که اصلا نهماد کیسوفا گفته میشه، نون خجالت. از دیگه آدم عاقل شرم داره از این که مفخوری بکنه بدون که این زحمتی بکشه، همینجوری فقط همیشه آماده در اختیارش قرار بدن. حداقلش اینه که میخواد خودش سهیم باشه و خیلی حتی به سهیم بودن هم راضی نیستن. یکی اکه بخواکی دو خیل عشق قبط اولا میخواد همه زحمتش با خودش باشه، خودش تلاش بکنه، از دستنجه خودش بخوره و محتاج دیگران نباشه. و اگه قرار بود که خداوند این نشاما رو کالا داره این ویژگی هاست، همطور که گفتیم نشاما شمعی از وجود خود خداست، این کمال طلبی در وجودش هست که نمیخواد زیر بار دین کسی باشه، فقط این گونه بود که دولان ها قرار گرفته و هی فیض بسویسه، یه جا دیگه احساس شرمندی و خجالت میکرد چقدر من زیر بار دین باشم.
دیدی مثلا یه بچه اولش کیف هم میکنه، اصلا لذت هم میبره، از باباش چه بزن پرتجوی میخواد، فلان میخواد، بهمان میخواد، اما کم کم سنه که میره بالاتر احساس میکنه که من باید رو پای خودم باشم، تا که دستم دراز باشه. یه جایی حتی پدرم میخواد بهش کمک کنه، میگه نه دارم، پس میزنه، چون که میخواد رو پای خودش وایسه، نمیخواد این باشه که مفخوری کرده باشه. و همینطور نمونه بسیاری دیگه. و اگر این گونه بود نشاما هم همینجوری مفتی تو علما با قرار گرفته بود. یه جای دیگه میرسه به اون حدی که احساس شرم و خجالت میکرد، احساس مفخوری میکرد و براش قابل تحمل نبود دیگه، اون خوبیار رو پس میزد، چون که شرم داشت که همینجوری بدون هیچ گونه زحمتی فقط خوبی بهش برسه، بدونه که او حداقل بتونه ذره ای رو جبران بکنه. و چون که این خصلت شرم و حیا تو وجود انسان قرار داره و انسان شرم داره از این که گفتی چیز رو بگیره، بنابراین خداوند این دنیا رو آفریده، کاری محلی برای کار کردن، زحمت کشیدن. خدا آدم رو هم که تو گنده قرار داد لعودا ارسوم را رو که جا کار بکنه. و یه تفاوت وجود داره، آدم از مفخوری خوشش نمیاد، اما اگه بگن که آقا ما شما رو استخدام میکنیم، اگه حقوق معمول مثلا چه میدونم ساعتی 100,000 تومان باشن، میگم ما ساعتی 1,000,000 به شما میدیم، اولش میگه چرا چه عجب، میگه نه خب ما شما رو پسندیدیم، این ویژگی هایی که شما دارین، بعد سربر خواسته باشن 999,000 تومان هم دارن، شاکی میشه. قرارمون چی بود؟ قول داده بود 1,000,000 تومان ساعتی فلان. حالا خدا هم اینجوری با آدم تهی میکنه. این دنیا آدم قرار داره تو این دنیا زحمت داره، تلاش بکنه، اما هر ذره ذره تلاش که میکنه مثل دونه‌های جواهر میمونه، به قیمت جواهر قیراطی باشه حساب میکنن. آدم یه دونه آمین جواب میده مثل یه الماس میمونه، یه براخا بگه بگن چند تا الماس میشه، سرویس میشه دیگه، یه سرویس کلی جواهراته. یه میسوهایی که حالا زحمت بیشتری داره یه سوکا درست میکنه، کروش هم جواهر الماس نیسته. همینطور هر میسوهای دیگه ای اساس زحمت که میکشه دیگه، فقط این نیست که بگه آقا کارگر هم میتونست کار بکنه، این کارگر مثلا ساعتی چقدر میگیره، اینقدر میگیره فلان، اینجا بین ملاخیمی حساب میکنن. از اون دست گسترده و گشاده خداوند. شرح ودا با یه آسه آدم که اینک تو این دنیا که آدم هر کاری انجام میده در رضاش براش مزد در نظر میگیرن و خوبی هایی که میرسه به او به خاطر پایداریش در آزمایش و امتحانا و انجام دادن تورا میسو در علامزه به که باشه مرگیش و موقعی که احساس میکنه که میرسه به او مزد و لذت به خاطر این زحماتش، این که دیگه احساس شرمندگی و خجالت نمیکنه. یه وقتی حقوق باشته کردن که جاید نمی کشه بگه چرا حقوق ما رو کم دادید، حالا عیدی هم نمیدید، پاداشی، انعامی، چیزی، اضافه کاری، امکن رو یه بوشته. موقع دیگه در اینجا نعما کسوفایی ده کسوفایی وجود نداره، خجلتی نیست، چون که احساس اینه که من خودم زحمت کشدم، این دسترنج خودمه و این میشه اون لطف و خوبی کاملی که خدا به خاطر همون ذات خوبش میخواد به دیگران فیض برسونه و اعطا بکنه، خوبی که طرف پذیراش باشه، به قافتش از اون احساس شرم و خجالت هم نداشته باشه، چون که احساس اینه که در ازای زحمات زیادی که من کشیدم این حق من که به من میرسه. نگاه کن تمام اینا رو در کتاب ده تبونوت سیمان خی نیمسنو لمدیم، نتیجه اینکه یاد میگیریم که چون که وجود داره خصلت شرم و خجلت، اگه اینطوره در هنگامی که انسان قبول میکنه خوبی‌ها را از جانبش اتوارخ
بدونه که بتونه هیچ ذره رو جبران بکنه، احساس فقط گیرنده رو داره. بعض وقتا احساسی که من به درد هیچی نمیخورم، هیچ کار نمیتونم بکنم. و آزرو هایتا حتی با و اون موقع دیگه خیر و خوبیه کامل نیست. دیدیم از میخوام دیگه کسی هم کادو بدم، میگم فلان کار انجام بده، حالا اصلا کاره چه اصلا خیلی هم ضروری نباشم، برو مثلا چاقو بیار، پیش دستی بیار، داره باید کیکو باز میکنه. اون که هنوز زحمت رو کشته و خریده میتونست خوشم چاقو پیش دستی بیاره، اما میخواد بگه تو خودت زحمت کشیدی، تو خودت ارزشمند هستی. بر طبق این، به خاطر همین، در نظر که تمام این دنیا آفریده شده فقط به خاطر این که آدم احساس نکنه که گیرنده محضه. و این هدف تمام این پروزدور، این دهلیز و این راهروه، این اولام حضه، با تمام آزمایشاش، تمام سختیهاش، هیسودیماش، تمام وظایفی که به عهده آدم قرار گرفته. بعض وقتا تحمل یسولین برای آدم خیلی سخته، آدم میخواد میسوا انجام بده، دیرو راش مانع سبب میشه، میگه ببین من میخوام خوبی بکنم اما نمیذارم، شاکی هم میشه. و به خصوص که احساس میکنه که آدم خوبی بوده، درد توانش درست رفتار کرده، بعد یسولین هم سراغش میاد، هم تعجب برای خودش، هم تعجب برای دیگران، این که آدم خوبی بود چرا؟ خودش میگه من نمیدونم چیکار کردم. روی هرگی شدم. و اگه این طوره، اینجاست داستان، آره تو پرانتز، داستان معروفی است که فردی که آره تو زندگی سختی ها مشکلات زیادی داشت و خلاصه دیگه موقعی که دیگه داشت آمید خانومش کن که برو از آره شهرابی سوال کن، آره شهرابی مقبول بزرگ بودن، که چرا باید توی نمه تو زندگی سختی بکشی، گیرگول قبلی بوده، تیغونه چیه، مشکل چیه، فلانه. بعد طرف را آزاد گفت بره، بعض وقت آدم حرف خانمش گوش کنه خوب. رفت باشد، رفت اونجا، دید با اصطف هم اونجا کشتن روی نیمکن نشست اونجا تو حیات خونه آراب، تو آفتاب خسته هم بود، اونجا خوابش بود. یکی نفرها رفتن تا یه جایی که تو اون خوابه احساس این بود که واقعیت، احساس این که روز دین داوری هشمه، میخوام اون هم رو دین بکنم، داره میره به سمت اون به دین محل قضاوت داوریه، نگران. از طرف دید یه سر کالسکایی دارن میرن، فرشتهایی داخلش هستن، یه سر همه سفید کوتاه بلند چاق لاغر فلان اندازه مختلف، از اون طرف یه سری فرشتهای سیاه بچهره، اون هم شکل و اندازه مختلف داشتن. و همینطور که داشت میرفت دید بله یه جایی هست و میشه که یه ترازوی بزرگی هست و بعد اسم او رو صدا زدم و سهر رو بین یعقوب الان نوبتشه، چه میسوهایی انجام داده، دید که بله چندین کالسکه از اون فرشته های سفید یکی یکی بالا رفتن، یک کفه سنگین تر شد، سنگین خوشحال شد، بس ما میسوهایی هم که انجام داده کسی یادش نرفت، همه اینا رو حساب کتاب دارم میکنم. از اون سوال کردن که آونی گناهی کوتاهی قصوری چیزی هم انجام داده، دید بله از اون برم فرشته های سیاه از اون رسیدن، ای یکی یکی بالا رفتن، ای ترازوه کفه که سنگی شده داره بالاتر 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 داره میره و کم کم معادل شد، حتی چربید اون و دیگه از ترس و نگرانی بود ازش سیخ شده و عرق سر تا پاش میری فلان که حکمش چی میشه، میخواستن حکمش رو ببرن که این محکومه. یه کسی اونجا گفت که اما این بنده خدا تو زندگیش ایسوریم زیادی هم کشیده، گفتن خب هرچی یسوریم هم همست بیاد، یسوریم ها اومدن ای کفه دوباره زخوتا ای سنگیتر شد، رسید معادل هم دیگه شد، ای نگاه کردید خبر نیست، داد کشید آه یسوریم بیارید یسوریم بیارید، که از صدای خودش بیدار شد، شماش آره بارستش باشده که چیه پاشو نوبت توه، گفت نه جوابم گرفتم، پاشد رفت دیگه. بعض وقتا سختی ها اون دفون سهرا اگر آدم یسوریم هایی که میکشه، حالا دلائلش مختلفه که اصلا چرا باید ایسولین بکشه، اما ساده ترین ایسولین خفه روانوته، کفاره میکنه گناه رو جبران اونا میشه. و آدم تو این دنیا که اومده حالا
از یه طرف میسود انجام میده، سختی هایی که داره، یوسلیمی که داره، مسئولیتی که داره، نهایتا وقتی که رسیده به علام آبا احساس داره که آه یه نفس راحت که چقدر زحمت کشیدم رسیدم اینجا، این حق منه که جامو برم بالا سر خودم تکون بدم و هم برای من هورا بکشم. در حالی که منصفانه هم نگاه بکنه موقع خیلی وقتا میبینه او یه قدم برداشته، خدا هزار قدم او رو جلو برده، او خواسته خوب باشه، اومده پا تا پاک و طاهر بشه، راه رو براش باز کردن، اما خب چون زحمت کشیده دیگه احساس شرم و خجلت نداره. که بعد از همین زحمت ها تیغون داده خودشو، آماده کرده خودشو، و این چیزی که لازمه که آدم آماده خودشو تو این دنیا هنوز که فرصت هست، به خاطر که تو اون دنیا شرمنده و خجل نباشه، شرم یک گیرنده محض نداشته باشه موقعی که میاد به علام‌آبا. شهر این تیفکو ابوشا که اینک آدم بهترین چیزا هم بهش بدن اما خجالتش بدن خیلی براش ارزشمند نیست، برای یه آدم عاقل حتی اصلا نمیارزه، حاضر نیست که این همه خجالت بکشه. از بعضیا میدونی مثلا تو این دنیا هم هست، یه گدایی میکنن محتاج مردم نباشن، شرم خجالتی ندن، اما یکی میبینی با سیلی صورت خودش هم سرخ نگه میداره، همه جور سختی هم تحمل میکنه، چرا که حاضر نیست که این خجالت این شرمه رو بر خودش متحمل بکنه. و تازه این دنیای معدود 70 سال 80 سال چقدر آدم زندگی مونه؟ 120 سال یه تعداد افراد میفهمن، ولی اونجا علام عبا چیزی که همه مطلع میشن، یک زندگی جاودانه است. و بنابراین ارزش داره که علیرغم همه سختی های مشکلات این دنیا آدم سعی بکنه که خودشو آماده بکنه که بتونه تو اون دنیا به لذت حقیقی و واقعی برسه بدون هیچ گونه اون شرم و خجالتی، احساس این که او هم اهدا کننده است و نه گیرنده محض.